سلام دوستان عزیز، به کانال آلمانی نیوز خوش اومدید. از سری برنامه هایی که یه سری مواد غذایی رو معرفی میکنیم داخل فروشگاه، امروز داریم میریم رئال و یه سری ادویه ها رو دوستان گفته بودن معرفی کنیم و یه سری مقایسه قیمت بکنیم. امیدوارم که دوست داشته باشید این ویدیو رو، لایک یادتون نره، سابسکرایب هم بکنید تا ویدیوهای بعدی به اطلاعتون برسه. بریم ببینیم به چه صورت است. خب یه سری از فروشگاه هست که وقتی شما میوه‌ای رو برمیدارید باید بیایید دم ترازو و اونو بکشید. بعضیا خب شاید بلد نباشن، اینکه اسم میوه رو بلد نباشن و یا اینکه فکر کنن خیلی سخته. ببینیم، ما الان زردالو رو زدیم، برچسبش رو زدیم روش، الان میخوایم گیلاس رو بکشیم. میپرسه ازتون که آیا با پلاستیک، بدون پلاستیک، یا اینکه از این کیسه های مخصوص خودشونه، شما انتخاب میکنید. من الان توی پلاستیک ریختم. اینجا یه سری برنامه داره، شما میتونید به سبزیجات رو انتخاب کنید، اینکه بیو هستش یا اینکه اصلا میخواین زوخن کنید، یعنی بچرخید دنبالش. شما میتونید اینجا بنویسید مثلا کیشه، اولش رو که بزنید مشخص میشه. حالا یه سری هم هستن که نمیتونن بنویسن، یعنی بلد نیستن، نمیدونن معنیش چی میشه. شما میتونید همینجا دنبال اون محصولی که خریداری کردید بگردید. حالا ممکنه باشه، ممکنه نباشه. الان گیلاسی که ما خریدیم اینجا وجود نداره، پس میایم همون اول حرفش رو مینویسیم. ببخشید، بله، اینجا هم میایم کلیک میکنیم. الان قیمت 3.5 خودش میکشه و یه برچسب به شما میده که شما این برچسب رو میچسبونید روی این. دم صندوق هم که برید بر اساس حالا وزنی که روی نوشته ممکنه که بکشن، که یه وقت اشتباهی شما اون جنس رو بر نداشته باشید. بعضی از محصولایی هم که برمی‌دارید به صورت شاله یا حالا تو بسته‌بندی‌های مختلفن که قیمتشو به صورت بسته‌بندی زده، یعنی دیگه لازم نیست که بیاین و اینجا بخواین اونو بکشید. یا اینکه مثلا این طالبی یا ملونه‌ای که وجود داره اینا به صورت دونه‌ای فروخته میشه و خب شاید خیلی‌ها روی اون چیزا نخونن و فکر کنن کیلویه و اینجا خب هیچ چیزی رو پیدا نمی‌کنن. و بعد اگر متوجه بشید میتونید روی اونو بخونید و میبینید که به صورت اشتوک نوشته، یعنی هر دونش مثلا الان این 1.79 یورو هستش. خیلی از دوستان در مورد آبلیمو پرسیده بودن. خب آبلیمو یه چیز ساده ایه که توی همه فروشگاه ها وجود داره، به نام حالا زیتون زافت میشناسنش و خب اگر پیدا نکنید میتونید حتما سوال بکنید و بهتون نشون میدن. منتها چیزی که هست، امروز میخوام یه آبلیموی رو بهتون معرفی بکنم که مخلوطه، ببخشید من این ماسک همیت پایین، که مخلوطی از آبلیمو و سرکه هستش و میکس بسیار خوشمزهی درست کردن و فکر میکنم که بپسندید. بریم ببینم اینو پیداش میکنم یا نه. فکر میکنم اینجا باشه. شاید خیلی ها بگن که همش زیاد جالب در نمیاد، آب لیمو و سرکه. آها اینجاست، اسیج و زیتون 1.89 برای که کسانی که میخوان سالاد درست کنن. قضیه طرف سالاد درست کنم، سالاد چیه؟ میتونن سالاد فصل مخصوصا اگر بخوان درست بکنن میتونن از این آبلیمو استفاده بکنن. واقعا خوشمزه است، ما استفاده کردیم، ما پسندیدیم، به ذائقه ما خیلی خوش اومد و گفتم که بهتون معرفی بکنم. یه چیزی رو هم که میخواستم بگم، یه سری از دوستان یه سری محصولاتی رو میپرسن و اعلام میکنن که ما معرفی بکنیم. شاید زمان ببره تا ما بخوایم اونو معرفی بکنیم و شاید اصلا توی فروشگاه آلمانی پیدا نکنیم. درسته خیلی محصولات هست توی فروشگاه ایرانی، افغانستانی یا حتی ترکی و عربی هم شما بتونید پیدا بکنید، ولی بیشتر ما الان سعیمون اینه که توی فروشگاه آلمانی بتونیم یه سری محصولات رو پیدا بکنیم، چون خیلی ها هستن که فروشگاه ایرانی، ترکی، افغانستانی دور اطرافشون نیست. واسه همین یه سری دوستان هستن که یک وبسایتی رو طراحی کردن
که شما هر گونه موادی رو لازم داشته باشید، مخصوصا گیاهان دارویی و سبزیجات خشک و بقیه محصولاتی که هر روزه به اون اضافه میشه، اونو طراحی کردن. شما میتونید برید اونجا خرید بکنید. قیمتهاش دقیقا قیمتهای آمازون هست، چون محصولاتی هست که توی آمازون داره به فروش میرسه. منتها مشکل خیلی ها اینه که حالا توی آمازون که بخوان برن شاید نتونن اونو سرچ بکنن، شاید نتونن اونو پیدا بکنن، ولی تمام محصولاتی که به درد ما فارسی زبون ها میخوره رو میتونن توی اون سایت پیدا بکنن. و جالب اینجاست که 3 زبون هست: آلمانی، انگلیسی و فارسی، که البته میگم ابتدای کار هستن و دارن هر روزه هم تبدیل میکنن زبانها رو به زبان مختلف که هر کسی بتونه ازش استفاده بکنه، و هم اینکه محصولات رو بر اساس درخواست هایی که وجود داره حالا از سایت های مختلف پیدا میکنن میذارن داخل اون وبسایت، و شما میتونید به صورت رایگان حالا توی اون سایت خریدتون رو انجام بدید. البته میگم تمام خریدها از آمازون انجام میشه، و کاری که اینا کردن این بوده که کار شما رو راحت کردن. یعنی شما توی اون سایت که بچرخید، فارسی هستش، مثلا میگم گیاهان دارویی میخواید، میرید داخلش در مورد اون محصول توضیح داده شده به چه دردی میخوره، به چه کاری میاد، و اگر خواستید میتونید از طریق لینکی که وجود داره کلیک کنید و اون محصول رو بخرید. حتما لینکشو هم داخل کانال آلمان نیوز، کانال تلگرامی آلمان نیوز میذارم، همین که توی توضیحات همین ویدیو در زیر ویدیو اگه کلیک بکنید میتونید اون وبسایت رو پیدا بکنید. پایین صفحه هم من میتونم اونو بنویسم. کار قشنگی بوده که انجام شده، امیدوارم که حمایت بشه و بتونه کارشو ادامه بده. با حمایت شما دوستان و بقیه دوستانی که حالا شاید این ویدیو رو بهشون معرفی بکنید. یه سری از دوستان سوال پرسیده بودن که سس خردل میخوان. اصولا توی همه فروشگاه ها به عنوان زنف مشخص شده و شما میتونید حتی اگر پیدا نکردید اونو سوال بکنید. هم به صورت سطلی هست، هم به صورت اینجوری که میبینید، و خیلی کوچیکترش هم وجود داره. البته ما هر وقت سطلیشو گرفتیم تقریبا نصفشو دور ریختیم، چون دیگه استفاده نشد و خب زمان زیادی ازش میگذره. اصولا میتونید از ظرفای کوچیکتر استفاده بکنید و قیمت چندانی هم نداره. خیلی از محصولاتی رو که ما معرفی میکنیم اینجا ممکنه توی شهر یا ایالت‌های مختلف وجود نداشته باشه، چون اصولا اینجوریه که اون شرکت‌ها و کارخونه‌هایی که توی اون شهر هستن محصولاتشون توی اون ایالت پخش میشه و ممکنه که توی ایالت‌های دیگه نتونید اون رو پیدا بکنید. اون دیگه بسته به شانس شماست. منتهی خیلی‌ها بودن که در مورد پنیر صبحانه از من پرسیدن. پنیری رو مثلا ما توی ایالت قبلی که بودیم استفاده میکردیم و الان توی ایالت نوردرن وستفالن هستیم و اینجا هم اون پنیر رو ما پیدا کردیم که دقیقا طعم پنیر خامه‌ای رو میده و شما میتونید از اون استفاده بکنید. دو تا سایز داره، یه دونه 100 گرمی فکر میکنم 175 گرمی هست و یه دونه 265 گرمی که خب اونایی که خانواده هستن 265 گرمی به صرف طرفشون، اونو میتونید از اینجا پیدا بکنید. این 265 گرم میشه و این 175 گرم میشه. 219 و 1.49. یادم توی ویدیو قبلی توی فروشگاه روه که بودیم گفتیم یه سری محصولات هست که با مارک یا روه خصوص خود فروشگاه روه هستش که خب قیمتاش پایین تره. الان شما نگاه بکنید یک نمک ساده رو ببینید 79 سنت 65 سنت 99 سنت و توی فروشگاه رئال مارکی که برای خود رئال هست به نام تیپه قیمتشو نگاه کنید چقدر اختلاف داره، 19 سنته. یعنی شما یک نمک وزنش همونه و حالا از لحاظ کیفیتی هم فکر نمی کنم زیاد تفاوتی داشته باشه. میبینید 99 سنت و این یکی 19 سنت و بقیه هم 65 سنت. پس توی فروشگاه رئال محصولاتی که با مارک تیپ هستن
قیمتاش خیلی پایین تر از بقیه محصولات هستش. توی اکثر فروشگاه‌های آلمانی که ما رفتیم چایی‌هایی که وجود داشت چایی‌های میوه‌ای بودن و خب خیلی کم بود که چایی‌هایی که با ذائقه‌های ما جور در بیاد و پیدا بکنیم. من توی رئال چای احمد رو پیدا کردم که به صورت تیبک هستش و 20 عدد داخلشه و قیمتش هم 2 یورو و 29 سنت. بریم ببینیم بقیه جاها چی داره. توی فروشگاه رئال که سری قبل رفته بودیم توی شهر دیگه ای بود، بهتون گفتم یه سری مکانهایی هست که داخل فروشگاه میزنن، به صورت اینترنشنال هست و از کشورهای مختلف هم اجناسی رو میفروشن. یه سری از دوستان ممکنه فروشگاهی ترکی و ایرانی و اینجور چیزا دوروبرشون نباشه و یه سری محصولات رو نیاز داشته باشن، مثلا نخود. این نخود رو شما میتونید بگیرید بپزید و میتونید حتی کنسرویشو بگیرید که با قیمت 1.29 هستش. این دیگه آماده است و دیگه نیاز به پخت آنچنانی نداره. از همه مهمتر یه سری از دوستان هستن که از فروشگاه‌های آلمانی رب گوجه‌ای که توی ایران استفاده می‌کردیم و نمیتونن پیدا کنن و اصولا از این رب گوجه‌هایی که حالا به صورت تیوپی هستن و مقدارش هم خیلی کم هست استفاده می‌کنن. خیلی جالبه که توی فروشگاه رئال شما میتونید این رب گوجه رو پیدا بکنید و دقیقاً مثل رب گوجه‌های خودمونه، وزنش تقریباً 560 گرم هستش و قیمت خوبی هم داره، 2.99، که به صرفه تر از اون رب گوجه های تیوپی هست که فکر میکنم توی اکثر فروشگاه آلمانی هست. خیلی از دوستان شاید بگن که نخود رو توی همه فروشگاه میشه پیدا کرد و خب توی فروشگاه آلمانی هم هست، ولی خب چیزی که هست وزن خالصی که شما نخود توی میتونید به دست بیارید تقریبا 260 گرم، قیمتش هم 79 سنت. منتها چیزی که اینجا وجود داره وزن اصلیش 480 گرمه و خب قیمتش هم که بهتون گفتم 1.29 یورو. حالا شاید توی یه سری فروشگاه ها بتونید پیدا بکنید که قیمتش تقریبا همین جوری باشه. چیزایی رو که من میگم اصولا برای دسترسی آسونتر شماست به محصولاتی که ممکنه نیازتون باشه. میدونم که توی هر فروشگاه ممکنه قیمت ها متفاوت باشه، حتی کمتر از این چیزی که من میگم، ولی خب بیشتر به خاطر این هست که معرفی بشه به دوستانی که اطلاع ندارن. خب ببینید، من الان این عدس رو از همون قسمت اینترنشنال برای ترک ها وجود داشت من خریدم، 500 گرمش رو گرفتم 1.49 و توی قسمت های دیگه خود فروشگاه داره که حالا شرکت های آلمانی هستن و این هم دقیقا 500 گرمه ولی 1.89، یعنی تقریبا 40 سنت اختلاف قیمت وجود داره که همونجور که گفتم ممکنه پایین تر باشه. دوستانی که سوال پرسیده بودن که حشره کش رو چجوری میتونیم پیدا کنیم، کجا هست، من الان توی فروشگاه رئال هستم و خب دو مدل داره، یکی برای پشه است و یکی هم برای فکر کنم مورچه و حشرات دیگه باشه. البته شما میتونید از بقیه حشره کشایی هم که وجود داره، حالا الکتریکیش هست، به صورت قرصی هست استفاده میشه، هم استفاده بکنید، ولی خب اونایی که طبق معمول میخوان از حشره کش استفاده بکنن اینجا هست و میتونید خرید بکنید، قیمتش هم 3.29. امیدوارم که توی فروشگاه رئال محل شما هم اینو داشته باشه و بتونید ازش استفاده بکنید. خیلی از دوستان سوال پرسیده بودن که یه شامپوی خوب معرفی کن. من خودم تو آلمان خیلی شامپوهای مختلف رو استفاده کردم و خب راستیاتش هیچ کدوم به دلم نشست، یعنی وقتی موها رو میشوری توی ایران هم یه سری شامپوها بودن به این صورت بودن که به عبارتی قرچ موامونو در نمی آورد، یعنی من دوست داشتم وقتی موام شسته میشه انگشتی کشیده میشه بهش قرچ قرچ کنه. من متاسفانه تا الان نتونستم پیدا بکنم تا اینکه این شامپوه رو پیدا کردم. اگه ببینیدش سکاره است، هم برای موه هم برای بدنه و هم برای صورت هستش. با این شامپو مطمئن باشید که قورچه موهاتون و قورچه
بدنتون در میاد و فکر میکنم راضی باشید. البته اگه از اون دست افرادی باشید که دوست داشته باشید موهاتون قورچ قورچ کنن. تبلیغ نیست واقعا برای این شامپو. من دقیقا یه بار دیگه هم گفته بودم که محصولاتی رو که استفاده میکنیم تقریبا راضی هستیم ازشون، معرفی میکنیم تا بقیه دوستان هم ازش استفاده بکنن و یه دعایی بکنن برامون. بریم ببینم دیگه چی پیدا میکنیم، با همون همراه باشید. یه سری از دوستا خوشبوکننده های هوا رو گفته بودن معرفی بکنیم. خب این اسپری ها توی اکثر فروشگاه هست، حتی توی تدی و نمیدونم مکگایز و بقیه جاها میتونید، حتی شاید ارزون تر هم پیداشون بکنید. برای چیزی که مهمه اینه که وقتی که یکم قیمت بالاتر میره، اصولا همه دنبال، اکثرا نه همه، دنبال اجناس ارزون تر هستن. خب پس یه یورویی هم شما میتونید بخرید، ولی خب به جای اینکه خوشبو کنه، نمیگم خوشبو نمیکنه، ولی خب بعد از 5 ثانیه هم نشده بوش از بین میره. ما چیزی رو که استفاده کردیم از این اسپری هست که با اینکه حالا یه مقدار نسبت به بقیه قیمتش بالاتر هست، بوی موندگاری داره و رایه‌های مختلفی هم داره که توی اکثر فروشگاه هم شما میتونید اونو پیدا بکنید. بریم ببینیم دیگه چی میبینیم. برای بچه هایی که کباب کوبیده میزنن و دنبال سماق هستن، میتونن از فروشگاه رئال توی همون قسمت اینترنشنالی که وجود داره توی قسمت ترکای اون این سماق رو پیدا بکنن. روش هم زده سماق. خب ما سعی میکنیم که توی فروشگاهی که میریم یه سری از ادویه هم بهتون معرفی بکنیم. خیلی از دوستان دنبال آویشن میگشتن که شما میتونید اونو به اسم تیمیان که این پودرش هست و این هم خودمون درشتش هست میتونید استفاده بکنید. محصولات دیگه‌ای که وجود داره، شما میتونید از آنیس، اگه اشتباه نکنم که همون رازیانه خودمون هست، پود شدهش استفاده بکنید. از باسیلیکوم استفاده بکنید که حالا ریحون خوش شده به حساب میاد، و این وی اگه اشتباه نخونمش که پودر زنجبیل هستش که میتونید استفاده بکنید. اینجا من یه پودر هلم دیدم اگر اشتباه نکنم، بله، به اسم کاردامون که این پودرش هست و خب دونه های درستش هم بغلش گذاشته شده. حالا ممکنه توی بسته‌بندی های مختلف شما اونا رو پیدا بکنید. هر کدوم از بسته‌بندی هم قیمت خاص خودشو داره، شرکت های مختلف فرق میکنه. الان نگاه بکنید اینها همش ادویه است و توی همشون شما فلفل سیاه و فلفل قرمز و نمیدونم پودر آویشن رو میتونید پیدا بکنید، ولی قیمت ها مختلفه که اونو دیگه خودتون باید ببینید که کدومش بیشتر به کارتون میاد.